بله، امروز همونطور که در خبرها بود، در شهرهای بلوچستان شاهد تظاهرات مردم علیه رژیم دیکتاتوری آخوندی بودیم. همراه هستیم با آقای حمید ارباب تا گزارشی داشته باشیم از این تظاهرات ها. سلام میکنم به شما آقای ارباب، لطفاً به ما بفرمایید که امروز چه خبر بوده در بلوچستان؟ سلام به برمون جعفر، خوشحالم که به من فرصتی دادین که چند کلامی اینجا صحبت بکنم. خواهش میکنم آقای ارباب. بله، من امروز طبق خبرها، گزارشها و تصاویری که رسیده، به نظر این جمعه هم مثل هر هفته، هفته های پیش در بلوچستان و در زاهدان خبرها بوده، جوانان و مردم پرشور به خیابونها اومدن و دو مرتبه فریاد اعتراضشون رو بلند کردن. خواهش داشتیم به ما بگید که امروز چه خبر، چی گذشت و چه خبر بوده اونجا؟ بله جعفر عزیز، امروز البته قبل از شروع به اخبار تحولات بلوچستان بگم که من درود میفرستم به شهید قیام محسن شکاری، شهید قهرمانی که در واقع همه مردم ایران اون رو گرامی داشتن و به نوعی مردم بلوچستان هم در پلاکاردهاشون اون رو امروز با محکوم رژیم محکوم کردن. امروز همچنان که روزهای جمعه به طور متوالی ما می‌بینیم که قیام آفرینان در استان ما، استان سیستان و بلوچستان، تظاهرات می‌کنند و حمایت و هماهنگی خودشون رو با قیام سراسری اعلام می‌کنند. امروز هم تظاهرات بعد از نماز اقامه نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان، مردم به خیابون اومدن. قبل از اینکه وارد خیابون بشن یک تجمع و یک آکتی خیلی خوبی داشتن که جمع شده بودن و در واقع اتحاد تمام اقوام رو اونجا خواستار شدن که کرد و بلوچ و لور و بختیاری و آذری و فارس همه با هم متحد میشیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم. مردم شعارهای همچنان که هفته‌های پیش، شعار اصلیشون البته مرگ بر خامنه‌ای بود. شعارهای دیگه هم که دادن، میکشم میکشم آن که برادرم کشت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن، اینا شعارهایی بود که در واقع تظاهرکنندگان میدادن. یه شعارهای مهمتری که داشتیم در واقع زنان دلیر بلوچ بودن که در رابطه با اعدام شهید قیام در واقع شعار دادن. این آخرین پیام، اعدام کنید قیامه، مرگ بر دیکتاتور، امسال سال خون سید علی سرنگونه، و پلاکاردهایی در دستشون داشتن. همچنین ما تظاهراتی در خاش داشتیم. خاش هم مردم به خیابان اومدن و با شعار مرگ بر بسیجی و مرگ بر سپاهی به تظاهراتشون ادامه دادن. این تظاهرات رو همچنین در پیشن، اصحابه راست و سرجنگل اصحابه تفتان هم داشتیم که در اونجا هم البته نگرفت، چون در سرجنگل بهشون حمله کردن و نگذاشتن که به تظاهراتشون ادامه بدن. اینها تظاهراتی بود که در واقع در زاهدان و خاش و پیشن و سرجنگل داشتیم. بله، من آماده هم که شما صحب. بله آقای ارباب، الان یه سری تصاویر از اتاق فرمان میگن آماده پخش کردن. اگر موافق باشید ما این تصاویری که جدید هست و آماده پخش با هم ببینیم، بعد من خدمت شما میرسم برای سوال بعدیم. بله،
اون طرف وایسادن. حکومت بلوچ کش نمیخواد، دوکان بیمه نه یه میلیارد جن سوت کن نی تا انقلاب مثلا برو بانکه یه کارا کن تا زومی هم بده بجنی ارکتا کن زومه کجن تشو زوم جان بچن ششک پروشتو بس مده زوم جتا بنزین گید بوتل بنزین پر دور یاد آمده چمپل آنیان چمپل پادنده؟ خب شما استوپ شرایز آنه بله داشت ها داشت من چونه که دیم اینگو تارینی آه استوپ کن بزن استوپ کن چه فکر آنه درائیلو؟ یا بیت تا یا برگر؟ داتون چیزانه هنچین گودی هم گوره این کسان یه گود سالوک درده باشه بیت یا بی لکی بیت تو بی لکشان نکو تو مارا نکو بگو دایم پیلیم رو دومی هرشنه بله تصاویر جدیدی بود که از تظاهرات و اعتراضات امروز مردم منطقه سیستان و بلوچستان و زاهدان به دست ما رسید و آقای ارباب اگر دقت کرده باشیم به تصویر زنان میهنمون هموطنان ما در سیستان و بلوچستان امروز باز هم به خیابان اومدن و پا به پا و همراه با سایر خواهرانشون زنان میهنمون در سایر شهرها شعار میدادن که حکومت بچه کش نمیخوایم و شعار مرگ بر خامنه ای میدادن که خیلی تصاویر انگیزاننده و غرورآفرینی بود. من اینجا از شما این سوالو دارم آقای ارباب که مهمترین تحولاتی که در تظاهرات بلوچستان به نظرتون میرسه چه چیزهایی هستش؟ بله، البته قبل از تحولات میخوام بگم همین ویژگی تظاهرات رو بخوام بگم. در واقع حضور گسترده مردم زاهدان تو این تظاهرات، همونجوری که میبینیم جمعیت هزارها ده هزار نفره هست و شعارهای کوبنده شون که تماما ولی فقیه نظام رو، یعنی رأس نظام رو نشونه رفته و این یه پیام داره. به طور مثال اگر بگیم که آخرای دوران شاه، وقتی شعار مرگ بر شاه را افتاد دیگه سرازیر شد به سمت سرنگونی شاه و اینکه شاه رو به زبالندران تاریخ انداختیم. الان هم همینطوره، وقتی که دیگه همه راه ها رفته، همه مسیرها کوبیده شده و همه در واقع مشروعیت نظام در تمامیت زیر علامت سوال رفته و همه گیر و مردمی شده، شعار مرگ بر خامنه ای یا شعارهای دیگه ای مثل خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن دیگه روی رأس نظامه.
و در واقع باید دیکتاتور به پایانش سلام بکنه. این یکی از ویژگی‌های در واقع تظاهرات مردم بلوچستان در زاهدان و خاش است که در این هفته در واقع ما شنیدیم. ویژگی دیگه هم که همین که شما اشاره کردین، حضور زنان دلیر بلوچه و این چشمگیره، چون ما سالهاست که همچین پدیده‌ای نداشتیم و الان ما شاهد هستیم، شاهدش هستیم و با شعارهای خیلی عالی هم که دارن میدن. هفته پیش شعار دادن چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب و این دفعه هم در واقع اشاره‌ای به اعدام هاست و تهدید به اعدام های قیام آفرینان که شعار دادن که در واقع این آخرین پیام اعدام کنی در واقع قیام بیشتر شعله بر میشه. این چیزایی بودن که ما توی این هفته ویژگی‌هایی که داشتیم. اما تحولات که گفتین، ما در دو هفته قبل در واقع مواجه بودیم با دو اکیپ در واقع که پیام خامنه‌ای رو آوردن. یکی در واقع شیخ علی اکبری بود که رئیس ائمه جامعه سراسری کشوره که اومد اینجا با تهدید و تمهید آخر می‌خواست یه خطری پیش ببره و تظاهرات مردم رو متوقف کنه، اما طرفی نبست و دومش رو کولش گذاشت و رفت. رژیم برای اینکه تهدیداتش رو بیشتر بکنه سلامی رو فرستاد. سلامی در واقع همیشه در واقع بیشترین تهدید کننده رژیمه، یعنی سرکرده نظامی رژیمه، سرکرده سپاهه که تمامی تهدیدات رو رژیم چه به قیام آفرینان و چه به دولت‌های خارجی توسط این در واقع چی میگن پلنگ صورتی نظام در واقع خیلی بگیم، چون واقعا تهدیداتی که میکنه هیچ چیز عملی نداره. در نهایت اومده بود بگه که ما دل مردم بلوچستان به دست بیاره، تعریف بکنه از اونا، چون وقتی دید طرفی نمیمنده از تهدید اومد دوستانه وارد بشه. ولی مردم ایران و مردم بلوچستان به خصوص 43 سال گذشته رو دیدن. این حرف‌ها و در واقع وعده‌ها و ایده‌ها و این چیزا رو دیدن، دیگه جز به سرنگونی رژیم به چیزی قانع نمیشن. و همچنین که دیدیم بعد از اینکه اینا اومدن رفتن، باز هم می‌بینیم تظاهرات مردم بلوچستان بخصوص در زاهدان و خاش که این هفته داشتیم شعله برتر شده، خیلی منسجم‌تر، با شعارهای محکم‌تر، با حمل پلاکاردهایی که پیامشون رو در واقع میدن میبینیم که هستن. مثلا یه پلاکارد در واقع به اعدام محسن شکاری اشاره کرده بود و به مردم تهران و کل ایران تسلیت اعلام کرده بودن. اینا چیزایی هستن که ما میبینیم، یعنی در واقع تحولات بیش از پیش خبر از قیام و استمرار قیام و در واقع تیزتر شدن شعارها و حضور گسترده مردم داره. بله. الان من قبل از اینکه با شما گفتگو کنم و قبل از آغاز برنامه یک پلاکار و تصویر رو دیدم که پرچم خود مردم بلوچ در همین زاهدان در بعد از نماز جمعه یک پرچم ایران رو گرفته بودن، بعد اسم تمام قومیت‌ها و ملت‌های ایران ملیت‌ها رو نوشتن و توی اون ضمن اشاره به اتحاد به سرنگونی رژیم و اشاره کردن که خب این نماد و جلوه ای از خاص و اون چیزی هستش که مردم بلوچستان میخوان. یا همین الان ما دیدیم شما اشاره کردیم به ترفندایی که رژیم از اون آخوند علی اکبری بگیرید تا پاسدار سلامی که میفرسته برای تهدید، و بالاخره الان این روزها همه میبینن که اینا توان نمیتونن کاری، چون اراده مردم و خواست مردم بسیار بزرگتر هستش. مثلا رو میارن به کارهای مثل همین که الان توی تصویر ما دیدیم، مغازه مردمی که بستن و اعتصاب کردن در اعتراض به رژیم رو میان آتیش میزنن و بسیار کارهای از این دست، واقعا در اوج نمیدونم چی باید گفت. ولی میخواستم اینم، شما با توجه به که مسئله بلوچستان رو دنبال میکنید، اگر نکته دیگه ای دارید، حرفی هست که اینجا خوبه با مردم ما در میون گذاشته بشه با بینندگان، خواهش میکنم بفرمایید. بله، همونطور که گفتین، مردم بلوچستان کینه عمیقی نسبت به پاسدار و آخوند دارن. از جنایاتی که طی این 43 سال کردن رژیم
واقعا جز سرنگونی آینده‌ای نداره. من در واقع به یه چند تا نکته داشتم که میخواستم به بلوچی بگم، خطاب مردمم. بله بسیار. بگندی منی براسم منی گوهاران 43 سال این که رژیم ته بلوچستان ما جز خون ریچک کاری نکرده. من 6 ماه لوتان که تمامی توایف بلوچ دیگه این اختلافات جزئی رو کنار منادی، فقط متحد ببی، متحد و همبسته ببی، چون تنها همین اتحاد و توپاکی شما این که توانی شما رو قوی کن، شما رو محکم کن، شما رو نسبت به دشمن سر کن و بتوانید این قیام و مبارزه رو به جلو ببری. پس فقط توپاکی و همراهی شما این که در واقع توان و سرنگونی به شما دند. همچنین که گندید این قیام تک کل کشورین، تک کل ایرانین، از کردستان تا بلوچستان تا اهواز و اصفهان و شیراز و مشهد و تمام ایران متحد بوده گن. الان شما بنان یک قوم بلوچ توافق بنادی کنار، این اختلافات جزئی بنادی کنار، متحد و همبسته جلوی پاسداران بوشتید. یک خبری من گویم این امیران و سرداران و این ملایان درباری که وقتش خامنه‌ای بها کتن، این رژیم ربطنیه آخر روچانیش. ایش را حتی مقامات پیسریگین رژیم هر روچ تی رسانه های وقت تی حبران وقت گوشند که کاری رژیم تمامه. ما گندیم که تی کشورهای دیگه اروپا که همیشه در واقع اسای رژیم بوده، یعنی کمک کننده رژیم بوده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نفت، چاهای نفت روی ایشان باز است. پس نفتیش ایرانش به حراج داده که تاهایان از ایشان حمایت کنه. ولی مرشی ما گندین که ایشان هم رو گردان بوده این زیر رژیم. یعنی گندین که مردم ایران پا داده این و این رژیم روگی هست. پس بهتر این که از مردم ایران حمایت بکنن و هنچه کنن. من شی لگوران به ایشانی که وقتش به خامنه‌ای بها کتا گوشان که دست وقت به خون می ورنایان آغشته مکنن، چون ما به حیال نکن ایشانه و آیان هم نبخشین. و آخرین پیام من به منی ورنایان پستگان و جنکانند، در اتحاد گدانشجویان کل کشور شما پا دایید، ته دانشگاهان اعتراض کنید، ته دبیرستان، ته خیابان، ته کف خیابان بیایید اعتراض کنید. چی آخوندان و پاسداران ما ترسید، ایشان آخرین روشان آیانه. پا دایید همبسته گو کل ایران قیام کنید، ته این رژیم ما سرنگون کنید. باز منتواران خیلی ممنون از شما که این وقت رو به من دادید. بله بسیار سپاسگزارم حمید عزیز بابت حضورت در این برنامه، به طور خاص پیامت برای هموطنان بلوچ ما که من هم درصد قابل توجهی از اون رو تونستم متوجه بشم. بسیار سپاسگزارم از حضور شما و همراهی با ما. خیلی ممنون، با تشکر. و بینندگان عزیز در ادامه برنامه با ما همراه باشید.